ضحاک یا اژدهاکه یا همون اژدها، پادشاهیه که ایرانیان بعد از به سطوح اومدن از ستمهای جمشید به اون پناه میبرن و اون رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن. غافل از اینکه ابلیس دستیار ضحاک با بوسه بر دوشه های اون دو مار رو روی شونه هاش ثبت میکنه. بقیه داستان رو خودتون میدونین، اما نکته ای که توجه رو جلب میکنه اینه که اژدها در همه فرهنگ ها و زمان ها وجود داره. نقشه‌های قدیمی مناطق ناشناخته رو با اینجا سرزمین اژدهاست علامت گذاری می‌کردن. شاید الان بگین برو بابا اژدها کجا بود؟ و منم میگم همه جا. آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، در همه جا نشونه‌های اون در تاریخ و فرهنگ دیده میشه. مارهای روی شونه ضحاک هر روز باید مغز دو تا جوون رو بخورن تا ضحاک و حکومتش پا بر جا بمونه. اما چرا هر جا صحبت از اژدها میشه حرفی از مار هم وجود داره؟ شاید برای شناخت بهتر اژدها اول در مورد مار صحبت کنیم. اولین و قدیمیترین و مقاومترین دشمن نسل بشر. مارها میلیون‌ها سال قبل از پستانداران به وجود اومدن و تقریباً تا 20 میلیون سال بعد تنها دشمن پستانداران بودن. تا وقتی که پرندگان و چارپایان و گوشتخاران هم به این لیست اضافه شدن. مارها برای میلیون‌ها سال جاندارانی رو که اجداد ما بودن می‌خوردن. تا وقتی که هوموسیپینس ها تکامل پیدا کردن و تونستن با مجموعه ای از اصوات، زبان و ارتباطی رو بین خودشون ایجاد کنن. در حماسه گیلگمش قدیمی ترین داستان مکتوب تاریخ بشر، جاودانگی گیلگمش توسط یک مار دزدیده میشه. مار جاودانگی رو ازش میگیره. تو داستان های خلقت در ادیان ابراهیمی هم مار حوا رو متقاعد میکنه که میوه درخت آگاهی رو بخوره و بهش قول میده چشماش رو به روی حقیقت باز کنه. آدم و حوا رو از بهشت بیرون میندازن، اما بینایی که ما رو از خطر دور میکنه هنوز با همونه. فرضیه یا نظریه تشخیص مار بر این باوره که سیستم بینایی پستانداران اولیه به نحوی تکامل پیدا کرده که بتونه موجود موجودات خطرناک به خصوص مار رو تشخیص بده. این نظریه رو لینی اسپل تو کتاب میوه، درخت و مار توضیح میده و میگه مارها به نحوی تکامل پیدا کردن که به سختی دیده بشن. استتار میکنن، حلقه میزنن و تا لحظه حمله از جاشون تکون نمیخورن. با این شرایط فقط جانورانی زنده میمونن که بهتر بتونن خطر رو تشخیص بدن و در واقع بینایی بهتری داشته باشن. در مقایسه بخش‌های مربوط به بینایی در مغز انسان‌های اولیه بسیار رشدیافته‌تر از پستانداران دیگه است. تحقیقات مختلف در بسیاری از دانشگاه هم نشون میده انسان توانایی بیشتری برای تشخیص مار از سایر حیوانات داره. آزمایش ها نشون میده ما حتی بدون خودآگاهی و فکر کردن به حمله مار میتونیم عکس العمل نشون بدیم و خودمون رو از خطر دور کنیم. نتایج تحقیقات در سال 1993 تایید بیشتری بود بر این نظریه. میمون های ماداگاسکار که در جزیره های دور افتاده و بدون وجود مار زندگی میکردن، نه ترسی از مار داشتن و نه بینایی قوی. در طول تکامل بشر یاد گرفته برای زنده موندن از مار بترسه و این ترس که میلیون ها سال در ژن های ما وجود داشته باعث شده حتی داستان های خلقتمون رو هم با مار گره بزنیم. مخالفان این نظریه اما دنبال تحقیقات بیشتری هستند. تحقیقاتی که نشون بده عکس العمل انسان اولیه در مقابل موجودات خطرناک دیگه مثل پلنگ و عقاب چیه. اما فکر میکنم از موضوع اصلیمون خیلی دور شدیم. اژدها شباهتی به مار نداره. اژدها پا داره، میتونه پرواز کنه، دندونهای تیز و برنده داره. بیشتر شبیه به اینه که مار رو ترکیب کنیم با پلنگ و عقاب، سه تا شکارچی اصلی میمونها. دیوید جونز، انسانشناس، در تحقیقاتش روی رفتار و اصوات میمونها متوجه شد که اونها سه تا جیغ مختلف برای وجود خطر داره. اولی وجود مار رو به گروه اطلاع میده. اونها سریع به دنبال درختی میگردن که از اون بالا برن. دومی برای پرندگان شکاری بهشون میگه که از درخت ها پایین بپرن و لای شاخ و برگ ها مخفی بشن. و سومی برای پلنگ اونها رو میفرسته به نازکترین شاخه های درخت تا گوشتخاران سنگین تر نتونن اونها رو شکار کنن. جونز در کتابش مینویسه اژدها موجودی ترکیبی از سه تا شکارچی و دشمن اصلی پستانداران و انسان های اولیه است. مار، پلنگ
و عقاب. اون میگه مغز با ترکیب کردن این سه خطر اصلی به یک خطر به خاطر سپردن و عکس‌العمل نشون دادن در برابرش رو ساده تر و سریع تر کرده. عکس‌العمل در برابر موجودی که جورج اس مکارک در کتابش بهش میگه قدیمی ترین و اولین و پایه‌ای ترین هیولا. حق با مکارگه. اگه به افسانه گیلگمش دوباره دقت کنیم، در گیلگمش نه تنها به اژدها اشاره میشه، بلکه اژدهایی به اسم هومبابا رو با سری مثل شیر، پنجه‌ای مثل عقاب و دمی که با سر یک مار تموم میشه توصیف میکنن. غلبه کردن و شکست دادن اژدها در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها راهیه برای جاودانه شدن، برای به دست آوردن قدرتی که هیچ کس دیگه نمیتونه داشته باشدش. با این قدرت میشه به مردم حکومت کرد. امپراتورای چین خودشون رو زاده و فرستاده اژدها میدونستن و هنوز هم در همه جای این تمدن نشونه های اژدها دیده میشه. در شرق قدرت از دوستی و نزدیکی با اژدها به دست میاد و در غرب با شکست دادن اژدها قدرت فرد ثابت میشه. اما تو 100 سال گذشته در دنیا یه تغییری داره اتفاق میفته. این موجودای خبیث و وحشتناک که کشتنشون یه افتخار بزرگ بود، کم کم دوست ما شدن، همبازی بچه‌هامون شدن. کنت گراهام در کتابش برای اولین بار داستان اژدهایی رو تعریف میکنه که با انسانها رابطه خوبی داره. داستان دوستی یک بچه با یک اژدهای آروم و با طبع شاعرونه. اونم تو روستایی که مردمش طبق سنت‌ها کشتن همه اژدهاها رو ضروری میدونن. مردم شوالیه شجاع رو فرا میخونن که اژدها رو بکشه. اما کودک شوالیه رو متقاعد میکنه که دوست بی آزارش رو نجات بده. برای آروم کردن مردم روستا که تشنه خون اژدها بودند، شوالیه صحنه نمایشی از جنگ و کشتن اژدها درست میکنه و مردم آروم میشن. و در پایان شوالیه، کودک و اژدها در صلح و آرامش دست در دست هم در تاریکی شب محو میشن. اولین داستان دوستانه درباره اژدها گفتگو و تقابلی بین قدرت و واقع‌بینی دنیای مدرن و پاکی و ایدئال طلبی طبیعت. تقابلی بین مدرنیته و سنت، بین گذشته و آینده ما به عنوان نسل بشر. ما با دشمنی دوست شدیم که میلیون ها سال باهاش جنگیدیم. دشمنی که به ما نشون میده میلیون ها سال تکامل پیدا کردیم. یورورس اسم نمادیه به شکل اژدها که دم خودش رو میخوره. نشونه ای از چرخه بی نهایت طبیعت که برای خلقت جدید چیزی باید از بین بره. حقیقتی که از اولین تمدن های بشر وجود داشته و درک شده. زایش از مرگ. ما دیگه به اژدها یا در حقیقت ترس از اژدها نیازی نداریم. میلیون ها سال جنگ با اژدها دیگه تموم شده و ما هنوز اینجاییم. در روشنایی کنجکاوی و شجاعتمون و جنگ با عمیق ترین و تاریک ترین ناشناخته ها. غلبه به موجودی که میلیون ها سال نماد و نشونه ی ترس و ضعف ما بود. ضعفی که با تکامل مغز و قدرتش برای شناخت و حل مشکلات از بین رفت. ما تکامل پیدا کردیم. اما به چی؟ نیچه میگه کسی که مدت زیادی با اژدها میجنگه خودش اژدها میشه. شکست اژدها بعد از میلیون ها سال به ما به عنوان نسل بشر قدرت انتخاب میده. انتخاب بین شوالیه بودن یا کودک بودن یا تبدیل شدن به اژدها.